کنه باید نظر خود در رابطه با اشرف غنی بگویند. اشرف غنی خائن است یا کرمان اسیر زوال؟ داسې اتل، داسې اتل چې د افغانستان په تاریخ کې نه دی تیر شوی. تاریخ کې اتل از امرالله صالح هم باباس د اجدې سنبول هم بالکل بابا ده، بالکل امرالله صالح هم بابا ده، هیڅ مشکل نه. محمد نور، عطا محمد نور قهرمان از زمانه که اشرف غنی باباست. امرالله صالح هم بابا ده، خیانت و جنایت های برادرای کرزی و خطل دی خبری سرستون دلنی چیزی که اشرف غنی بابا میگی از من تمامش قهرمان است. اینمی تعصب توی افغان است نه؟ توی اگه اشرف غنی را حاضر نمیشی که خائن بگویی، توقع ازیر از ما داری که تا در رابطه با احمدشاه مسعود با خبر عمر یو خبر از کوم سر زواک سیب راپورت کن را دیگه زواک سیب سلامونه 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 اگر امو بلخی صاحب هم همون جان بیاری بالا بسیار خوب میشه تا پنج نفره نمیشه دیگه همی خوب از کار کشن صفحه خود بیای هر نفره هست فعلا که ما تا ما بودن شما سه نفر بودین خیره نه ما به او خاطر نگوشم به دلیل از اینکه به اونا به احترامی نشه آقای امیر نه ترسین اون بجا ما همی صحبت هایی که زواک صاحب سلامون هم بیان تردشن اخلاص بگم خدای من تردش جوانده ولی در چیر تایی دیمونگ مبارز خدای دیم دماغ وانا خفا مفان نوین راحت نوین دیل خوب هیچ مشکل نسته سلامون تاسو تا عمر رو ساقیب سیب دامان رو تا طول لیدون کده پا دیل چو طول رو جور سیحت من دو سیگه یو شه سر باید بکو خواه که دقا بحث واره مخت یو سی یو شه با میار که دو که چیر تا تاسو دی افغانستان دقا جغرافیا او دی افغانستان خلق میار اگدی پا دیبانی با بحث لدغن و روست مخت زو که تاسو غواړی په تاریخ باندې وغږیږئ بیا به تاریخ باندې بحث وکړو ستونزه دا ده چې تاسو چې کم دغه کم ارګومنټ راوړئ دا په خپل ذات کې تناقض کې قرار لري عمر ورور تا ته هم وایم هغه مخکې چې بل ورور راغلی و هغه ته هم وایم هغه بل بلخي ورور راغلی دغه کمې خبرې چې دي دا ټول کانټرډکشن خبرې کوي یعنې څه شی یو خواته نه وایي چې امیر صاحب مسعود د ما د وطن قهرمان ده بل خواته نه وایي چې اساسي قانون کې ملي سرود دی زه نه منم افغان دیم نمنم یعنی چی شه که ته ما سره ملي سرود منې بیا د زه در سره شهید احمد شاه مسعود دیم منم که ته ما سره ملي سرود نه منې ته ما سره افغانیت نه منې ته ما سره د افغانستان نوم نه منې نو بیا خو امیر صاحب مسعود د یوې درې قومندان و هغه وخت کې چې هغه قومندان و هغه په ولایت هم نه و هغه یو ولسوالۍ و بیا خو ته ماته آسیا میانې او دا قصې خو پرېږده ځکه چې تاریخ هغه څه وایي هغه څه چې په تاریخ کې لیکل شوي دي که ته ماته د امپراتورۍ کیسه کوې د امپراتور دپاره تاریخ دغسې څه وایي کله چې د سرحدونه ته تیر سي او ته په یوې بلې سیمې باندې حاکمیت ولرې دې ته وایي امپراتور کوم چې احمدشاه بابا و ته وروره ګوله له پنجشیر نه لاندې تر کابله که ته څه وایې نه یې ته ځان ته امپراتور وایي یعنې څه شي زواک یک لحظه اجازه باشه پیش از اینکه همینجا اکسای تفاهم شوه در قدم اول خب عمر جان گپ زواک فهمیدین یک لحظه اجازه باشه نه صحبت چه فهمیدی یا نفهمیدی ما بگم برات بفهمم بله بله یک لحظه اجازه باشه همونجا صحبت بکنیم آقای اسیب زواک در قدم اول یک سوی تفاهم ما باید برطرف بکنیم ما یکی از طرفدارا و حامی های قهرمان ملی شهید احمد چای مسعود هستم باعث یک تاجک سخت برشان احترام دارم اما هیچ وقت به این دیدگاه نیستم که باید یک پشتون هم احمد چای مسعود قهرمان بگویه یک ازبک هم قهرمان بگویه این دیدگاه شخصی است بینمی شکلی که خداوند مرا آزاد خلق کرده آزادی بیان است افغانیت قبول ندارم به می شکل نمیخوایم دیدگاه خود بالا یک شخص دیگه هم تعمیل بکنم یک چیز عادی است که پیشتر با آقای امیرالله سوء تفاهم شده بود در قسمت قانون اساسی که شما صحبت میکنین اول از روزی که طالب در افغانستان حاکم شده خب قانون اساسی کاملا منحل شده یک موضوع نه سرود ملی در افغانستان باقی مانده نه افغانیت باقی مانده حتی در قسمت نام افغانستان از سازمان ملل کاملا حذف شده احمد چای مسعود ما باعث یک تاجیکه که از صمیم قلب دوستش دارم و قهرمانم خطابش میکنم از روی قانون اساسی احمد چای مسعود دوست ندارم بر اساس قانون اساسی محمد چای مسعود قضاوت نمی کنم محمد چای مسعود بر دنیا به جهان از روی کار کردش معلوم است که چینه و قهرمانی را در او سرزمین انجام داده شما برین تنها موضوع جغرافی افغانستان نیست در کشورهای خارجی تا فعلا بیش از 400 جلد کتاب در رابطه به احمد چای مسعود چاپ شده جاده ها و پارک های است که به نام احمد مسعود لقب قهرمانی را کشورهای مثل فرانسه به اونا دادن ما از خودت توقع را ندارم قانون اساسی هم به ما مهم نیست ای که فعلا در افغانستان کدام گروه هم است به ما
مهم نیست و احمد چای مسعود نزد من قدر شخص کوچک نیست که با یک سرود قومی یا با یک واژه افغان ما قهرمان ملی را مقایسه بکنم. روی قانون اساسی و لوی جرگه و کتاب احمد چای مسعود قدر نمیکنم. عمر صاحب خدیر بخیم سره تاسو خبر ما واوری دلی پلیتو پیجنی ساکریتیس پیجنی مهربانی شما صحبت بکنین. پلیتو په سوکریټیس باندې سلور سو کتاب نه دی لیکل سی وی په خاغلی احمد شاه مسعود باندې سلور سو کتاب لیکل سی وی ډیر جالب خبره تاسو کوي دغه افراطم یو اندازې دی هټ تیمر وړي چې خپل تاسو په خپل لاس وخلی دغه شهید تاسو سپکو توهین کوي یقین په خدای تاسو توهین کوي د هندستان بغت سنگ باندې لس کتاب نه دی لیکل سی وی خود تا په احمد شاه مسعود باندې سرور سو جل د کتاب لیکل سی وی دی تی توهین کې په والله په بالله چې تور ته توهین کې نو غوښتنه مې له تاسو نه دار دی ورور په صفت دا چې تنن احمد شاه مسعود ته قهرمان وای او کینه وای تور ته احترام لري او کینه لري زور ته په یو دلیل احترام لري هغه دلیل یم دادا چې په دغه سلور دیر شو ولایتونو کې یو ولایت زما پنشیر او زه د دې ټول افغانستان حاکم زیم زی مشرم د ازما وطن او زما په وطن کې دغه یو قومندان تیر سوی و او زه ورته احترام لرم که هغه وخت کې د روس په مقابل کې جګړه کړې قومندان نه خیر نو قومندان نیستم قهرمان ملی هستن ایره شما په وزیر قهرمان و ما د بر قومندان دي زکه هم بزرگای خودتون اونا را به حیث قهرمان ملی پذیرا نظر خودت است که تو رد کرده نه امال خودت با گپای خودت رد کرده او کنه خود دغه ستاسو مشکل ده دغه امان رو را دغه خبره تا دیره خود کرده آقای 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 ما اگر بایی باور استم که اگر شما وقتی که تو سایکو گپی زواق پیشتر ای بود که من تو رو گفتم بفهمانم ترجمه کنم پشتو رو نمیفهمی آقای زواق میگه افغانیت که نمیخوایی سرود ملی را قبول نداری افغانیت را قبول نداری افغانستان را قبول نداری ما با احمد شاه مسعود تو یک قومندان یک دره میگیم دونو در اگر, تو قبول اگر تو قبول داری ما قهرمان میدیم و خودت هم رد کردی صحبت ما گفتم فهمیدی تو گفتی بله فهمیدم حالی مروانی تو اکسم دقیقا نوزما دی عمر رور نوس دغه دا خبری د منګ او تاسو ډیر تکرار کیږي ځکه په دې موضوعاتو باندې منګ ډیر زیات غږیدلی تکرار غږیدلی نو د دې پر ځای چې د امان رور د ثاقب صاحب د عمر رور دلته د منګ د نور د غدلی دونکو دا زړه ور سره پتنګ نسی را بسو دي دغه خبری حل لارې عمر رور دغه جغرافیه د سیمه چې تاسو اوس ګورئ د دې نوم د افغانستان بله بدون شک پل حال پا دی افغانستان که اوسی گی افغانان او خلکو تای هر یو تبی تایویل کی گی افغان نن دزما پا خوری بانی طالب حاکم ده چه زی تر تا دیر سر سخت خلافی زما هم جبه ده که زی دی جبه پر بنیاد بانی ما دل تا خلکو سر پاله نکده وی نو تر هر سوړان دی ما به ملا صاحب عمر طرفداری کړی وای ما به ملا هیبت الله طرفداری کړی وای ما به حکمتیار طرفداری کړی ما به د سیاف او د نورو پښتنو مشرانو طرفداری کړی زه د دې وطن بچیم د دې وطن پر سر چې هر هغه څوک ملي ګرای په وطن باندې مین وي وطن ورته اولویت ولري وطن ورته پرایورټي ولري ما دپاره هغه مهم ده د مثال په طور یې درته وایم ښاغلی رمضان بشر دوست زما دپاره د ډیرو پښتنو بخی زنګ راغې ما د پاره د افغانستان کې د ډیرو پښتنو نه رمضان بشر دوست ډیر محترم او ویاړلی شخصیت ده خو که چېرته ته معیار دا شیان نه ټاکې نه افغانستان منی نه جغرافیه منی نه افغانیت منی نه هیڅ شی نه منی نو بیا ستاسو نه زموږ غوښتنه دا ده چې یو داسې یو وړاندوینه موږ داسې وړاندیز موږ ته راکوي چې موږ له تا سره په هغې باندې خبرې وکړو یعنی باید په دې خوره کې څه شی اوسي زموږ د دې وطن نوم بدل کړو چا سره یې نوم بدلی ما سره کینې نوم بدلی د ازبک و هزاره سره کینې نوم یې بدلی مشره د دې وطن کې غواړي اوس حکومت لاسته راوړي څه شی باید اوسي د تاسو خپله شخصا تاسو غواړي آقای اسی په نال ما صحبت بکنم در قدم اول خو در رابطه به حکومت فعلی افغانستان صحبت کردین ما به این باور هستم که در طول تاریخ افغانستان حکومت ها و نظام ها تغییر کرده ایچ حکومت ایچ دوره دوره ظاهرشاهی نبوده نظام ها در تغییر هستند جریان های ضد طالبانی و یا جریان های سیاسی و یا گروه های مثل طالب میرن و میاین اما ای اویت ها هستند ای اقوام هستند که ثابت باقی میمانند
در قدم اول ما باعث یک تاجک از تو برادر پشتون خواهش میکنم که تمام اتباع افغانستان افغان خطاب نکو، امی که به نمایندگی از قوم خود صحبت بکنی، امی که به زبان پشتو صحبت بکنی. پدیری بخند سرا، پدیری بخند سرا، نوبت از شما نیست. مرجع، مرجع، بیشتر صحبت کرده، از ما صحبت شده، سوال شده، ما صحبت بکنم. یک کار بکنم، یک نمیزنم در رابطه و صحبت های اصیب زواک مک صحبت نداشته باشم. امی که به زبان پشتو صحبت میکنی، امی که خودت یک هموطن افغانم هستی، ما باعث یک تاجک سرسخت برات احترام دارم، اما ای را فراموش نکنی که در افغانستان 36 میلیون نفوس زندگی میکنه. ما در 20 سال جمهوریت شاهد بودیم که تا 120 از تن از وکلا در پارلمان صدای خود را بلند کردن، صراحتا امی واژه افغان و اسم افغانستان کاملا رد کردن. خداوند مرا یک تاجک خلق کرده، به تاجک بودن خود افتخار میکنم. اما در قسمت طالب، ما تاجک نیستم که فقط شعارم در اروپا و فرانسه باشه که من نام افغانستان را تغییر میدم. ما به این باور هستم که اینمی هموطنهای افغان ما احترام متقابل حفظ بکنن، به دیدگاه هم دیگر احترام داشته باشن. اول در مقابل گروه تروریستی به نام طالب استاد میشیم و اگر قومتان، همزبانتان باورمند به رأی مردم هستند، باورمند به انتخابات هستند، بعد از بیرون شدن طالب از جغرافیای افغانستان، هر ران اسم را که مردم افغانستان انتخاب کرد، هر ران بیرق را که مردم افغانستان بلند کرد، امو بیرق بلند بکنند. شما خود متاسفانه شعارتان فقط افغانیت است، افغانیتی که کاملا از بین رفت. آقای اسیب زواق، باعث یک برادر پشتون، من میفهمم که از جبهه مقاومت کاملا متنفر هستی، احمد چای مسعود دوست نداری، تا فعلا فعالیت های چهره های سیاسی شما هایی که ضد طالب هستین در افغانستان چی بوده؟ در طول 3 سال آیا قادر عزیزی شدین که یک جبهه ضد طالبانی بر علیه طالب ایجاد بکنین و از الف تا یای اعضای جبهه تان پشتون و یا به قول شما مو افغان باشه؟ خب متاسفانه نداشتین. صدا بلند کردن تو اسیب زواک در صفحات اجتماعی و من تاجک کفایت نمیکنه. من فیزیکی 800 جوان خود در او سرزمین از دست دادیم، هم شب روز به خاطر مردم خود، به خاطر دفاع از هویت خود در صفحات اجتماعی صدا بلند میکنم. تو شعار افغان میتی، ما به ایس یک تاجک به تو اسیب زواک میگم، مرد ازی شو که از آدرس مو افغان، از آدرس بیرق سیرنگ یک مرمی خود طرف طالب فیر بکو برادر. وطن معامله کردین، امروز در کشورهای خارجی یخن مای تاجک محکم گرفتی که افغان شو. فرض کو همین مای تاجک افغان شدم، بعدا چی برنامه داری باعث یک پشتون آقای اسیب زواق؟ تر و برنامه در قسمت طالب چی است؟ آیا قادر به ایجاد یک جبهه ضد طالبانی در جغرافی های افغانستان هستیم؟ ما شاهد جنرالای شما آقای اسیب زواق بودیم، مثل خوشحال سادات و سمیع سادات، که در شروعی طالب آمدن غیر مستقیم دفاع از امی طالب کردن، گفتن باید به اینمی گروه تروریستی طالب 2 ماه وقت بتیم. ما شاهد هستیم که جوانای ما در قله ها هندوکش پامیر مبارزه میکنن، اما آقای خوشحال سادات و سمیع سادات ویدیوهایشان با دیو پتنگ از لندن از دیسکوتیکا و میخانه ها بیرون میشه. زمانی که خودت برنامه نداری، به جای از اینکه وقتت از ضایع میکنی، از یخن مای تاجک محکم گرفتی که باید افغان باشی، برو در مقابل طالب مبارزه بکو، برو در مقابل ظلم استبداد به خاطر اونمو مردم بیگونای پشتونه که در خوست المند قندار پکتیا در طول 20 سال از برکت امی طالب بی سواد ماندن، برو بر علی از اونا صدا بلند بکو. ما یک تاجک هستم، به تاجک بودن خود افتخار میکنم. نور فکر کام بردم با پنی سفیر بود، با پنی سفیر بود که 15 دقیقه عمر خودت وقتم برات نمید، پنی سفیر بود بیخی جوز سرو که بیا قلی دیگه نه توابط های آقای اسیب زواق مربوط ما بود، ما مجبور شدم. گوره 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 هغه څوک د جمهوریت دښمنان دي چې وایي چې اساسي قانون له منځه تللی. د اساسي قانون نسخه د افغانستان اکاډمیکو اشخاصو، قومي مشرانو او د افغانستان ځوانانو جوړه کړې ده. دا د طالب په څیره کې یو غیر مشروع نظام یا یو غیر نامشروع ډله په هیڅ صورت له منځه نه شي وړی. د همغه اساسي قانون پر بنیاد، د همغه اساسي قانون د 4مې مادې پر بنیاد پر تا هم د افغان کلمه اطلاق کیږي او پر ما هم، ځکه تا ته وایم چې ته افغان یې، پر دې ته باید پر ما انتقاد ونه کړې چې ما ته ولې افغان وایې. ما مخکې تا ته وویل ستا تاجک، ازبک، دا ټول راځي، دا په خپله ځان ته د افغان خطاب کوي. ما وړاندې تاسې ته وویل چې د افغان بدن خلاف، د افغان د کلمې خلاف تاسې په کابل کې لاریون وکړ، 200 کسان در سره راونه وتل. دا په دې معنا چې هغوی خپله تاسې ردوي، او دا څوک هم چې دا چیغې وهي چې ما افغان نیستم، ما خراسانیستم،
په دې هم زه مطمئن یم چې خپل تاجکانو ته هم ته منلو وړ دی، او کده ازبک له جملې څوک راپورته کوي چې خپل ازبکانو ته هم ته منلو وړ دی. بل خبره مخکې ورور ویل احمد شاه مسعود قهرمان آسیایی میانه او څه شی او څه شی، زه څه وایم؟ تا مخکې خپله یو ځل وویل چې نه غواړم چې پر نورو یې تحمیل کړم، مګر بیا د ځواک صاحب ته وویل چې قهرمانی ملي دی زما دپاره هم دی، او دا نور یعنی عادي نوم باید څوک وانخلي او قمندان باید ورته ونه وایي. وروره ځواک صاحب درسه لږ ښه وکړل، هغه درته وویل چې یو قمندان، مګر ما مخکې درته وویل ګلبدین حکمتیار، رباني، سیاب، ګیلاني، برهان الدین رباني، جلال الدین حقانی، دا ټول زما دپاره قاتلین دي، دا ټول زما دپاره قاتلین دي، دا زه د قمندانانو په توګه نه پیژنم اصلا، دا کار نه کومه. که دې ته زه یا قمندان ووایم یا ورته قهرمان ووایم، دا زه له افغان ملت سره خیانت کوم. همدا دوی وویل چې اویا زره کابلیان یې ووژل، کابلیان ما وژلي دي، دوی ووژه، دوی وویل چې له ښځو یې سینې پرې کړې، دوی وویل چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې یې څه ونه کړل. لکه هغه حقایقو ته هم رجوع وکړئ، پر حقایقو به سترګې نه سره پټوو. دا کوم انصاف دی چې حبیب الله کلاکانی خادم دین رسول الله و ملا عمر قاتل؟ د حبیب الله کلاکانی او د ملا عمر فرق څه دی؟ دواړه د علم دښمنان ول، دواړه د افغانستان دښمنان ول. دا کوم انصاف دی چې د کابل د جګړې دوه طرفه یې یو راکټیار او بل قهرمانی ملي؟ دا کوم انصاف دی وروره؟ که چېرته احمد شاه مسعود پر نورو تحمیلوي او قهرمان پرې بولي، بیا نو د ګلبدین پلویانو ته هم اجازه ورکړه چې ګلبدین ته هم قهرمان ووایي. خو که ته ګلبدین ته راکټیار وایې، بیا نو د ګلبدین پلویانو ته هم اجازه ورکړه چې ستا احمد شاه مسعود ته قهرمانی مولي ووایي. که ته خپل پر هغوی تحمیلوي، د هغوی هم ومنه، او که چېرته د هغوی نه منې، بیا نو دوی ته هم اجازه ورکړه چې ستا والا هم پر همغه نوم ونوموي کوم چې ته د دوی پر نوم باندې نوموي. داسې نو نه کېږي لکه راته چې تاسې څه ډول اخته یې. بل ته وایې چې پښتانه ما وړاندې درته طالب له پښتون پرته بل هیڅوک له منځه نشي وړی، پر دې مطمئن اوسئ. دا درته همدلته وایم، درسره یې ریکارډ کوي، درسره یې وساتئ. طالب که له منځه ځي، پښتون به یې له منځه وړي، او که چېرته ته له پښتون سره ودرېدې لا به یې زر ویسي. خو که ته پښتون له ځانه شړې او طالب پر پښتون ور تحمیلوې او وایې چې طالب پښتون درست ترورست دی، په دې صورت سره ته طالب نور هم محکموې، ځکه پښتانه به له طالب سره ونه درېږي، خو پښتانه ستا په مخالفت کې ضرور ودرېږي. لکه څه ډول چې ما درته وړاندې وویل چې زه د طالب مخالف یم، خو د طالب تر څنګ که زه له طالب سره وجنګېږم، دویم ځل کار مې د جبهه مقاومت له ځینو غړو سره دی، د هغه په مقابل کې هم درېږم. هیڅ کله نه بخم احمد جای مسعود، هیڅ کله نه بخم احمد ولی مسعود، هیڅ کله نه بخم هغه څرنوال کشنې مې د ټاکنو کمیشن مشر چې و، هیڅ کله نه بخم اسماعیل خان. یو څوک چې میلیاردونه ډالر یې د برېښنا وزارت څخه غلا کړي دي، زه په هغه پسې لاړ شم؟ د هغه ملاتړ وکړم. وخت ته هم تمام شو تاقه امیر، ډېر وبخښئ، 15 دقیقې خبرې دې وکړې، 4 دقیقې خبرې وکړې، ما 2 دقیقه فقط کردم. امی امی دوستا خودت دوستا دا دا چې تاسو اگر خودت دای مطلب موضوع دا په پام کې ونیسئ، ما یو کس دی ما دا او ما یو مرجع تاسو مخکې دا وری وکړه چې غپای تکراری، غپای تکراری موږ نه تاسو کوي. همیشه تاسو په لایفون کې دوه خبرې دي، ما افغان نیستم، طالب تور ریسس و قوم افغان. دلته یوازې د افغان کلمه پښتنو ته تاسو کاروئ، کلیشه تور ریسس. او بل خبره دا کوي، د خلک په جامه کې چې راغلی دی دی زیزه په لایمه، د پرچمی په جامه کې چې راغلی دی دی، ورو ورو ساده د پرچم د ګروپ مشر څوک پښتون او برا کرمل پښتون خو نه و کنه؟ طاقه صاحب ډېر مننه. برا کرمل چې راغی تر څنګ یې څوک ولاړ و؟ خو هغه ته خو پښتون، تاجک، ازبک، هزاره ټول سره یو موټی ول. کله چې ته وایې چې د ډاکټر نجیب د نظام د سقوط نه وروسته یو اسلامي حکومت منځ ته راغی، وروره یوې ډلې حکومت و، که اسلامي حکومت وای، ولې دا د دوی ترمنځ په خپل منځ کې جګړې او جنګونه؟
یو کنټینری حکومت ته څه ډول چې یو منل شوی حکومت وای کنټینر نن به کنټینر په پنجشیر کې خی او سبا به کنټینر په کاپیسا کې او بله ورځ به په بامیانو کې او بله ورځ به په بدخشان کې ورسېږي. لکه څه ډول چې طالب حکومت نه و همدغسې تېر مجاهد حکومت نه و. لکه څه ډول زما دپاره طالب او د تېرې دورې مجاهد دواړه د یوې سکې دوه مخه دي او کله که بد اخلاقي په بخنې سره وکړم زما دپاره دواړه د یوه خره دوه غوږونه دي. طالب هم زما دپاره قاتل دی او د تېرو مجاهدینو ټول مشران هم زما دپاره قاتلاوس حل لاره څه ده؟ یوه دقیقه مانجا یوه دقیقه یوازې یوه دقیقه حل لاره څه ده؟ که غواړې چې استبداد ختم کړي، که غواړې چې ملي حاکمیت حاکم شي په افغانستان کې، اوس د دې خبرو وخت نه دی چې ما افغان نیستم چې شو چې شي. دا پریدي لوی جرګې ده. دا عمر جان ستا خوله دومره غټه نه ده چې پر دې خوله باندې په وړه خوله دومره غټې خبرې کول دا بې انصافي ده. دا خبرې د غټو خولو دي. د دې دپاره باید لویه جرګه جوړه شي، لویه جرګه دا پرېکړه وکړي. خدای دې وکړي چې لویه جرګه تا ماته د سند معرفي کړي چې دا سندی دی. خدای دې وکړي چې لویه جرګه تا ماته بیخی آن د ایران نم ورا خو معرفي کړي چې دا د ایز داغې ځای دی. وای امیر الله، زما لپاره بیا مهمه نه ده لویه جرګه یک مزه اجازه باشه امیر الله هر پریکړه لویه جرګه ټول ته باید منلو. امین جا در لوی ترننه پوری د لویه جرګه کومه پریکړه چې زما لپاره ده منلو وړ ده. وای امیر الله عزیز، ما شما یک خواهش دارم. از ما بیشتر بینندهایی که در لایف هستن اصلا خو متوجه نمیشن که شما چی میگن. یک موضوع و دوم در می پایین دوستان اوشته کردن که شما به زبان افغانی بسیار توهین هم کردین که من متاسفانه متوجه صحبت هایتون نمیشم. یک لطف اگر بکنید دیرو بخیر دیرو بخیر دا تاسوب دی چې تاسو ما شبه نه دست ولی زن بینه پویم دی موری بور سرسر ساقیب سیب زستا پو جبه پویی کم دوز ما پو جبه هم زن رو پویم یک نزه اجازه بکنم ساقیب سیب دی موری زور سرغگی گم دا دجی بکنم نامی دوستا ببینید نوبت ما هستن. بازم سلام خدمت دوستا در هر طرفی که هستن، انشالله که جور و سلامت باشین. ما با یک حرفی آقای زواک که اول آمد گفت ما برای فردای افغانستان یعنی برای پیشرفت افغانستان اگر صحبت بکنیم من موافق هستم. اگر در گذشته ها سر تاریخ و گذشته ها بریم ثابت کنیم چی موافق نیستم، ولی صحبت شد. مثلا خود آقای زواک هم بالای همشا مسعود صحبت کرد، خود در گذشته ها رفتن اما رقم ساقط زد. و دوستا و تندارا ببینیم، من خودم شخصا به خاطر بعضی حرفا را که ما از شایه ها میایی مگان دفعا را میزنیم یا از احساسات یا از رقم میکرسیم درست نیست. اگر برای فردای افغانستان چیزی داریم که صحبت بکنیم، مطمئن هستم که به یک طرف یک اصلاحات میره. بعضی حرفای فاصله هایی که بین ما و شما می چهار نفر فکر میکنم یاد میلیون ها چی صدها نفری که در پایین های لایف ما و شما هستن، اونا هم فکر میکنن حق به جانب کی هستن کی نیستن. ما همین تلاش و کوشش زیاد کردم. ما گفتم که بیاین یک لایف بگیریم حداقل هفته یک بار از تمام جوانای مبارزی که در صفات مجازی هستن، ما و شما یک جای جمع شویم، نظرات خود برای آینده افغانستان و برای جامعه که در همین تیک تاک هستن تشریح کنیم که کی چی برای چی گفتند و برای چی مبارزه میکنند. ما خودم در اینجا یک حرف میزنم، چون زیاد سر جهادی ها و سر از نام صحبت شد، یک کلمه حرف در تاریخ ذکر شده. اگر عبدالرحمن هزاره ها را به شهادت رسان، هزاره ها را قتل عام کردن، ولی از یک طرف دیگه پشتون ها را قاتل معرفی کردن، یعنی دو طرف قربانی شدن. هزاره ها کشته شد و پشتون ها یا افغان ها قاتل معرفی شدن. این بسی گذشته ها، ولی متاسفانه تا هنوز افغانستان سر پای خود ایستاد نشده و ایستاد نشد نمیشه. دلیل در کجاست؟ دلیل در اینجا است که متاسفانه همیشه ما به نحوی براعت به کسایی میتیم که پروژه های خارجی را وارد میکنن داخل افغانستان. یعنی هیچ وقت مردم افغانستان حاکمیت یا سرزمین خود خانه خود نداشتن. ما و تو میگیم که ما افغان هستیم، افغانستانی هستیم، خراسانی هستیم، مزارستانی هستیم، هر نامایی میمانیم، ولی در افغانستان تاثیرگذار نیستیم. نه تو خراسان ساخته میتونی، نه تو افغانستان ساخته تونستی و نه مزارستان ساخته میتونم، نه او دیگه ایچ روکستان ساخته میتونم.
به خاطر از اینکه ما متاسفانه در افغانستان هیچ تاثیرگذار ملت افغانستان، مردم افغانستان در طول تاریخ نبودن. ما اسیر هستیم. افغانستان از ما و تو هست، ادایش داریم، بلند بلند گپ میزنیم، ولی صلاحیت نداریم که ما افغانستان رو بسازیم یا ویران کنیم. ویران کردن هم در دست پروژه های خارجی است که همیشه متاسفانه ویران کردن، سلاح دادن، بارود دادن، افغانستان خراب شد. آباد کردن هم در دست از اون هستن که مثل همین دوران جمهوریت یک 20 سال وقت داد، حداقل مردم ما آمدن سرمایه گذاری کردن، اقتداد ساختمان ها و خانه ها و سرکا اینا جور شدن. پس دوباره به همون تاریکی رفتم. حالا من میگم نظر شخصی بنده ای هستم، ما در صفات مجازی نباید سر بحثی که هیچ معنا نداره در نظر من، هیچ دمی شرایط درست نیست. ما افغان هستیم نیستیم. اگر تو بگی عمر سباون بگی یا ما بگم که ما افغان نیستم، خب با یک طرف دیگه با جوانای پشتون یا مثلا با ملت مردم پشتون بر از اینا یک رقم انعکاس میتیم که خب طالب بین از اینا میتونن که درست استفاده کنن. طالب میگه ما افغان هستیم، مونگ افغانان هستیم. پس اینا میگن که خب از عمر سباون کرده که خراسانی سبانیت قبول نداره، خب طالب ترجیح میتیم طالب قد اقل افغان هستم. صحیح؟ یعنی صف طالب و لابیگرهای طالب، طرفدارهای طالب با این کلمه ای که ما افغان هستیم نیستیم بیشتر میشن. این در ضرر مردم افغانستان است، در ضرر ملت افغانستان است. هر زمان افغانستان جور شد، انتخابات صورت بگیره، در انتخابات مردم رای میده که تو افغان هستی نیستی، تصمیم گیرنده مردم افغانستان هستند و باید مردم افغانستان باشد. تشکر امون جان. در رابطه به می صحبت های آقای امیرالله فقط یک دقیقه صحبت. نه 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 آخرین گپ را نوبت نوبت امرات کی دا لایو دتا نه سلور کسان لایو راغلی هر یو کس خپل په نوبت کی غیږي اصول تو اوس وګوري سیسمان آخرین حرف ما، آخرین حرف ما می هستم دوستا بی بدنی. اگر ما خود شخصا آقای زواک صاحب ما احترام خاص دارم، یعنی مرد مردانه به عنوان یک جوان پشتون در حضور داشت خودش میگم آقای بشیر عالم در زیر لایف است، آقای ساقط صاحب هم است و جوانایی که مرد و مردانه در برابر نمی طالبی که هر روزش بودنش در افغانستان در ضرر افغانستان است، در ضرر پیشرفت افغانستان هستند، اینا ایستاد شدن مبارزه کردن. ما به عنوان برادر احترامشان داریم و باید گپای از اینا رو گوش کنیم، در کنار از اینا باید باشیم. افغانستان به یک نفر آباد نمیشه به خاطر یک کشوری که دارای چندین اقوام باشد و باز ما اوتو بگم که گاهی ما تجزیه میکنیم یا ایره اصلا نامیشه قبول ندارم، فکر نکنم که جای رو بگرم. زنده و سلامت باشین آقای سوزان سیمان. دیر از یاد تمنه نمانو رو جونده و سیگه دی دیگه سلور دریو دوستانو ده خبرو پا اغا پا تر امدسی پا تداوم که غوارم ده اخپل خبری شروع کن. نمرنی خبر خدا چه پا ده شل کال جمهوریت که ده خاغلی عمر نزما ده پختنه ده چه پشل کال جمهوریت که لدکتر عبدالله نرانی ولی تر ده تاجکو تر ازبکو تر هزاره و تر ده طول مشران جیبونه دکا ول وزارتونه ول موینتونه ول ریاستونه ول رو را گوله بلند منزل و قصرونه ول اتامامت نور دی رو را گوله زان تمپراتوری جوڑه کرده و که تاسو ده پختون حکومت نمانه خو کرزای خون پختون و اشرف غنیم پختون و نو بیا تاسو پا کم استرگو بغاوت نکو بیا خو من بغاوت کرده و کله اوس چتنن را پاسې دلې د ورور دلته بغاوت د شروع کړي ز پختو افغان نه منم او دان منم او دان منم هغه وخت کې به ټوپک راخصه ولکه طالب به جنگیدلې نو تا خود طالب په سیر جنگ مون کړه ما سره ناست په یو دسترخوان در سره ډوډۍ خوړله او چې له دسترخوان مې راجیک سي نور دې نه منم ډوډۍ دې مې درته خوړه په زور مې خوړله نور در سره نه منم ځکه د کرزي حکومت هم د پختون و دی ډاکټر صاحب غنیم د پختون په کوم منطق ته راځي ما سره بیا په دې باندې باس کې ډاکټر عبدالله دې را سره حکومت نیم خوړه بسم الله محمدی در سره وزارتونه نیم خوړل تمامت نور در سره ولایتونه خوړل پدرام در سره پارلمان خوړ او بیا په اخر کې را تر پاسې دلې وی وچ ولاړ وی زدر سره دانه من چې نه دی منو خو بیا بری لکه د طالب په سر روپا کې څه بغره براته و درې دلې نو تا خدام را سره نه کو وس رازو شل کاله دغه رقم ته خوړلې ده وس هغه لار در باندې بند اسو کم چې ډاکټر صاحب غنی در سره وک خپ په یاد وساته ډاکټر صاحب غنی په دغه پریکړې باندې ډیر زیات خفایم چې د حکومت دا رقم طالبان ته وسپاره خو دغه کم کاری چې دغه مجاهدینو سره وکړ کم یې دغه لنډغرو سره وکړل دا یې ډیر ښه کار کړی کنه په دې خورې باندې که دغه رقم کتله خلک پاتې وای طالب خو نن بیرغ کته کړی ده د خلکو ناموسونو ته نه دی رسیدلی خو تاسو د پښتون تر ناموس هم رسیږي د ازبک تر ناموس هم رسیږي بې عزته کوي یم هر څه ورسره کوئ حقیقت همدارله دې به سترګې سره نه پټو اوس راځو دې ته
چې شل کاله د جمهوریت نوشی جان ک نن طالب در باندې حاکم د نور خو د چې د وسی نه کیږي دلته راغله په ټیک ټاک باندې نور رغل ز غنمن افغانیت نه منه می منه څوک دې پروا ساتي دا شل کاله د جمهوریت کې چې غوالي په درام د پارلمان کې خپل خوله د خولې نه تر لاندې ځان وشکوه چا ور سره دا خبره ومنله چې وکړه په درام او د په درام په سیر د نور او د موږ پښتانه هم داسې بې غیرته ول د دو په قات کې لکه کرځی چې د افغان په کلمې باندې اصلا کې د غوښته چې یو ډول په کمپرومایز وکړي افغان یم افغان به یم او افغان به مړ کیږم دا دا تاریخ حقیقت د تیمنی نه منی دا به 2000 کال نورم تاریخ درته لیکي اوس راځو یوې بلې نقطې ته ډیره جالبه دلته کله چې ثاقب صاحب خبرې کوي زه خبرې کوم ولا تاسو خو پښتو خبرې کوي افغاني خبرې کوي دا یو نوی کلمه ما نن واورېدله پښتون یعنی پښتو ژبه ته دوی افغان ژبه ورته کاری د افغانانو ژبه که ته زما په ژبې نه پوهېږي نو ته بیا ما ته دلته ناست چیشتې خو زه یم یو څوک زه یم چې ته ماته راغلی که مې په ژبه پوهېږي نه پوهېږي ته باید ماته غوږ ونیسې ځکه زه یم د دې خاورې حاکم زه یم د دې خاورې مشر دا خو راسره ته منې تا مشران هم منلی زړه دې پې بدېږي زړه دې پې خفه کېږي چې زړه دې ومچویږي دا یم پښتون یم په دې خبره سر خلاص که چې زه پښتون یم او دا شی باندې زه خدای تعالی نازولی یم زه دغه اوس پښتو ژبه پرېږدم په دري در سره خبرې کوم له تا ډېره ښه دري مې زده هیڅ مشکل ندارم همین حال من میتونم همراه تو در زبان فارسی صحبت بکنم ای ظرفیت خداوند بر این پشتون داده که پشتو را میاد داره فارسی را میاد داره ازبکی را میاد میگیره دیگر را میاد فارسی زموږ د وطن ژبه نه ده آقای احمد امیرالله نوبت بس اسی قانون کی دری وای شو ما مونږ او تاسو په امیانه ژبه کې کنه دا خبره ما درته وکړله چې په فارسی زموږ دا خبره کزه درته کوم چې د فارسی لهجه مې زره ځکه ما د ایران ملګرو سره وخت تیر کړی زه په فارسی باندې مخه بلد یم اصلا کې زه خدای تعالی دغه وړتیا ما ته راکړي این ظرفیت بر من خداوند داده که من میتونم زبان هموطن خود یاد بگیرم و وقتی که رئیس جمهور وطن خود شدم باز به زبان دریام صحبت بکنم ازبکیام بکنم هزارگیام بکنم هیچ مشکلی ندارم و اصلا اینم 40 میلیونی که در افغانستان زندگی میکنه این کلش مردم خودم است اگر در بین اینها اصلا امکان نداره که 5 انگشت برابر باشه اگر خودت نمیخوای که افغان باشی نو پرابلم ای دروازه باز است طرف اٹک نخواه تا غواره لارسی دی کولاب نخواه تا لارسی سوک دی تاسو پا مخ کنی دی ودری دی خود دا خبر یو دا تاریخی حقیقت دا دی خوری مشری تی غواره نغواره زما تاجک رور دا خبر ما سره منلی دا چه پختون دی خوری یو دی تریخ حقیقت او دی نسترگی تنسی پتا ولی او کتنن پا دی بانی رازی چه رور گوله پا تک تاک که ناسی زا افغان نیم زا رور بیرغ دینا منم می منک د دې طالب په وړاندې ته ورور غوله ماته وای چې ما جبهه جوړ کړې ودرېږه دا خبرې زه خلاصې کوم ته جبهه جوړ کړې دي د جبهه مشر د ملا محترم احمد مسعود په فرانس کې قرار ورور په کور کې اړولې دلته په د پردي ځامن ټول په تکا تکا کړ کدا پښتون ما دا طالب ماتو ما زبې ماتو دا پښتون به ماته دا یو شه د یاد وساته چې طالب زه ماته ولې سم پر بل العالمین مې د قسمې ک په سلو کالو کې ته طالب مات کې زه خبرم زه ک طالب زما د قوم نه ده نوی سلنه طالبان پښتانه زیم زی پسلیت خبریم زی د ماتولو پر رنگ ډیر ښه پوهیږم او تا ته وایم ښاغلی عمر کله چې د مشرانو خپل مشرانو د تاریخ د یو ځلې مطالعه کې کنه د حبیب الله کلکاني نه رانیولې تر دې ننه پورې ټولو تاسو په دغه رقم باندې ژوند کړی په دې خاوره کې حبیب الله کلکاني د غازی امان الله خان په وړاندې څه وکړل د غازی امان الله خان تاریخ زه درته نه وایم او دا خبرې هم درته زه نه کوم چې درته وایم چې 400 جلده کتاب د غازی امان الله خان په اړه لیکل شوي دي ورسه د خپل یو تعلیم یافته او یو باسواده مشر نه د غازی امان الله خان په اړه پوښتنه وکړه چې هغه د دې خاورې څومره متمدن انسان هغه څومره په علم باندې ولاړ سړی و د هغې په وړاندې وروره یو دانه هغه چرګان چې جنګوي هغه د راغې مقابل کې ودرېد خادم دین رسول الله نن چې کله چې ډاکټر صاحب غنی په دې خاورې باندې حاکم مخکې مورته یادانه نه کوي پوشه بل بی سواد عبدالله ودرولې و د تاریخ په اوږدو کې تاسو دغه کار کړی دی سردار محمد داود خان په وړاندې احمد شاه مسعود حکمتیار سیاف او نور دلګان ټول لاندل پاکستان ته هلته ټریننګونه وانه خستل ګوره دا بل سره مانی چې ملي ګرې د پښتون په وینه کې دا سلور د شولې ته نه دازما دی
اسیب زواک فکر کنم به ازاش دا پدر خودری کرد کوم نه خبر می دو نفر صحبت میکنه که من خبر مجبور اخرنی خبر می خلاص کوم غو غونیسا عارف اخر شو د خلایت دا زمادی دا تاجک دا ازبک دا هزاره دا میورونه دي دا من ټول سره یو قوم یو دا ټول افغانان دي کته تل تر پاتېږي عمر ورورته او د تا په سیرو 15 تنه نور را پاتېږي ما خراسانی ستم په ټیک ټاک کې د خراسان یو دانه غټ پیج جوړ کړي زبدیم فالو کوم البته په کې ولایتونه هم جوړ کړي فدرال حکومت په کې جوړ کړي بس منګ بم درته چک چک وو په دې سیمه او په دې منطقه کې نه د پدې افغانستان کې نور دا خوبونه موګونه نشته یو ورور غول چې خراسان دا او ما افغان نسیم دا کیسې د شل کال جمهوریت کې چې ته په حکومت کې وي 50 سلنه حکومت در سره خوړ قرآن کې ټک را سره کړی چې دی وکړل نوم دی بدل ک افغان دې موږ نه شي اسې کې هم در باندې افغان منلې و په حقیقت کې هم در باندې منلې ګوره وګونیسا لدينا اخوه دا ته د تکمیل په پینځه یو قرار سره د اخرنۍ خبره درته کوم کته زما په خبرو باندې نه پوهیږي هله کوم کته زما په خبرو باندې نه پوهیږي نو بیا یو شیدا زکه چې ته دلته یو افغان سره ناشته بیا ته کوشش وکې یو خراسانې پیدا کړه سره د خراسان په موردو کې غږ وکړم په خطو باندې در سره غږ وکړم خیر بوشین زنده بوشین اول خو تشکر دوستای کی صحبت کردین در قدم اول یک موضوع را که ما میخوایم یادآوری بکنم راجع به صحبت‌های آقای امیرالله آقای امیرالله عزیز در قسمت زبان پشتو و یا افغانی من تاجک هیچ نیاز ندارم که فعلا در بس به زبان تو صحبت بکنم به دلیل از اینکه بیش از 50% هموطنهای پشتون ما به زبان مادری خود تکلم کرده نمیتونن از زبان فارسی استفاده میکنن و او جغرافیایی را که آقای اسیب زواک تمام ادبای از اینا را شما افغان میگین بیش از 90% مردم در او کشور به زبان فارسی صحبت میکنه مای فارسی زبان لایف برگزار کرده بودم توی افغان در پایین نوشته کردی و صحبتای مای خراسانی که افغانیت تقبل ندارم تو را به یک جای کشان که باید در یک بس با ما صحبت بکنی پس به اونمو شکلی که گفتی اگر افغان هستی به زبان پشتو صحبت میکنی با یک تاجک با یک فارسی زبانی که صحبت میکنی کوشش بکن که به زبان خودش صحبت بکنی من میفهمم که خودت به زبان فارسی صحبت کرده میتونی اما نظر به مو تعصبات قومی که داری نه تعصب ندارم مشکل نیست به زبان پشتو هم صحبت بکنی ما به یک دیدگاه هستم که ما از افغانستان هیچ قوم را کاملا نصب کرده نمیتونیم عمر عزیز من یک گپ میگیرم یو خبر در تکون بیرو بخی یک گپ میزنم یک گپ دی دریج بنا اخو تستان اور کب سوجی بز دری یک لحظه اجازه زبان دری چند زبان دیگر یاد داری اگر اصول بحث میفهمی اسی به زوا 8 دقیقه صحبت دا ورتیا پتاس کی نو و نشتا تاس نور جیب زدا کی دا شه برا سر تمنی لکه د تو کارو پس کردی ما در صحبتت مداخله کردم اخو اسی به زوا و زمانی که خودت مداخله میکنی و رشته کنی الان کاملا از فکر آدم بفرمایید آقای امان آقای امان پیشتر در رابطه با تجزیه افغانستان و خراسان خواهی صحبت کردین من خود در قدم اول دشمن مردم عام هیچ تبار نیستم مردم پشتونه اونایی که در سیاست دخیل نیستن از قلب دوست داریم لعنت میفرستم به او دیدگاه و مفکوره که در فکر تجزیه افغانستان باشن چون باعث یک تاجیک که افغانیت قبول ندارم مثل افغانستان قبول ندارم باورمند به ای هستم که اقوام افغانستان بافتای اجتماعی را که در بین خود دارند هیچ کس اونا را تجزیه کرده نمیتونند من پیشتر یک صحبت مطرح کردم خودت دوباره تکرار کردی گفتی در 20 سال جمهوریتی که شما بر علی نام افغانستان شعار دادین افغانیت قبول نکردین به کجا رسیدین که امروز صدا بلند میکنین آقای اسیب زواک من یک شعر به خودت میگم باید هدف صحبت مرا بفهمید تا قله آرزوی تسخیر شود نسل ز مبارزان ما پیر شود گر ما نرسیدیم به آن قله سبز نسل دیگری رسد ولی میر شود اگر بزرگا و جوانای ما در 20 سال جمهوریت صدا بلند کردند صدای از اونا به جای نرسید خداوند ما تاجک همه قدر عقل و شعور داده که هویت قومی یک قوم را که خداوند مرا تاجک خلق کرده در پیشانی خود برچسب نزنم یک موضوع موضوع دوم باعث یک تاجک من یک خراسانی نیستم که از کشور خارجی در پشت تلفن شعار بدم اگر ما خود تاجک معرفی میکنیم افغانیت قبول نداریم به خاطر آزادی از او سرزمین به خاطر دفاع از ناموس ملی از او کشور تمام مردم افغانستان شاهد هستند که در طول 3 سال بیش از 800 جوان خود ما شهید دادیم ما فیزیکی هم مبارزه میکنیم از طریق صفحات اجتماعی هم صدا بلند میکنیم موضوع دیگه را که یادآوری کردین گفتین احمد مسعود خودش در فرانسه نشسته جوانا را بیگناه در افغانستان از بین میبره هر جوانی که امروز در کوههای هندوکش پامیر بلند شده در مقابل طالب میجنگه اونا به خاطر به چوکی رساندن احمد مسعود مبارزه نمیکنن زمانی که زمین مای تاجک غصب میشه زمانی که به جرم فارسی زبان بودن در کنج زندان انداخته میشن زمانی که بالای مردمم ظلم جنایت جریان داره
اونا کسایی هستند که به خاطر دفاع از حیثیت خود، نه به خاطر مقاومت، نه به خاطر احمد مسعود، در مقابل طالب مبارزه میکنند. موضوع دیگه را که در رابطه با احمد شای مسعود یادآوری کردین، من واقعا متاسف هستم اسم قهرمان ملی توسط شما یادآوری میشه، اسم پروفسور شهید برهان‌الدین ربانی را یادآوری میکنین، اما اسم کسایی را که در طول تاریخ افغانستان به گند کشاندن کسی از اونها یادآوری نمیکنه. آیا تمام تاریخ افغانستان افتنظیم مجاهدین بود؟ اگر روی افتنظیم هم صحبت بکنی، شش تنظیمش از قوم توی برادر آسیب زواک از قوم پشتون بود. چرا از دهه 70 از افتنظیم یک کمک او طرف نمیرین که در تاریخ افغانستان چی گذشته؟ چرا در رابطه با مایده های ننگین صحبت نمیکنین که توسط سران پشتون امضا شده؟ بعضی از چهره‌های سیاسی را اسمشان گرفتین، ما باعث یک تاجک منتقدشان هستم، اما در طول تاریخ افغانستان امضای عطا محمد نور، امضای امرالله صالح، امضای بعضی از چهره‌های سیاسی دیگر شما به ما بیرون بکنین که یک مایده ننگین امضا کرده باشند. نام احمد شای مسعود خودت یادآوری میکنی، اما در رابطه با عبدالرحمن غدار که 67% هزاره ها را نسل کشی کرد، خودش به سمرقند فرار کرد و مایده دیورند امضا کرد، در رابطه با او چرا صحبت نمیکنی؟ احمد شای مسعود یک فرد عادی بود در سال 1353 در مقابل داوود خان، به دلیل بی‌عدالتی، به دلیل از اینکه رهبر نهضت اسلامی شهید حبیب الرحمن توسط داوود خان از بین میره، به دلیل از اینکه من تاجک، من مسلمان، به جرم روزه افطار کردن از بین میرم توسط داوود خان، در مقابلشان استاد شدن، بلی رفتن به پاکستان، دوباره آمدن مبارزه خود، جهاد خود در مقابل قشون سرخ شوروی آغاز کردن. تو که احمد شای مسعود غلام میگی آقای آسیب زواک، من مطمئن هستم که یکی از طرفدارای سرسخت دکتر نجیب هستی. زمانی که دکتر نجیب به لیلنگ سجده میکنه، زمانی که حزب دموکراتیک خلق از داوود خان شروع تا دکتر نجیب کاملا 100% وابسته به کشور خارجی روسیه میباشند، چرا در رابطه با اونا صحبت نمیکنی؟ احمد شای مسعود و بقیه مجاهدین شعار از اونا خو اسلام معتدل بود، اسلام میانه رو میخواستن، اسلام میخواستن که نه طبقه اوناس دروازه دانشگاه و مکاتب برویشان بسته باشه، نه در پولوی یک مسجد میخانه باشه. متاسفانه در طول تاریخ اگه خلقی و پرچمیت هم بود به نام اسلام سوء استفاده کردن، ازار فسق و فساد رزالت در اون سرزمین انجام دادن، و اگه امروز یک گروه به نام طالب هم در جغرافیا حاکم است، مکاتب دانشگاه را برای طبقه اوناس بسته کردن. موضوع دیگه را که یادآوری کردین آقای آسیب زواک، باعث یک تاجک که صادقانه طرفدار احمد مسعودم هستم، احمد شای مسعودم دوست دارم، از تو برادر پشتون من هیچ تقاضا ندارم که در کنارم استاد شوی. اگر واقعا صاحب از او سرزمین هستی، اگر واقعا او سرزمین مربوط پشتون ها میشه، چرا غیرت نمی کنی که در مقابل طالب صدا بلند بکنی؟ شعارهای پوچ شما ها است که از طریق صفحات اجتماعی فقط صحبت میکنین که ما طالب قبول نداریم. اگر من تاجک صحبت میکنم، با سر بلند دو جریان ضد طالبانی که یکیش در رأسش دکتر یاسین ضیا قرار داره و در رأس دیگهش احمد مسعود، فیزیکی هم در مقابلشان مبارزه میکنیم. تو آسیب زواک که طالب قبول نداری، چند دانه برادر اوغان تبار چهره های سیاسی قادر به ایجاد یک جریان ضد طالبانی در افغانستان شدن خو نشدن. معلوم دار است که صاحب از او سرزمین کی است. و یک موضوع دیگه را یادآوری کردین، گفتین ما پشتون ها اگر طالب بیرون بکنین خوب، در غیر از او کس نمیتونه. را فراموش نکنی یک شخص به نام احمد شای مسعود تاجک تبار با 6 تن از افراد خود مبارزه خود شروع کرد، کاملا ریشه کمونیسم از او کشور از بین برد، امو خلقی و پرچمیت پوزش در زمین شقان. یک شخص به نام خادم دین رسول الله که شما برادرای افغان ما بسیار بی‌رحمانه به شهادت رساندینش که متاسفانه در قرآن تاپه کردین، از شمالی بود که امو غازی را که خودت یادآوری میکنی حکومت از امور کاملا سقوط داد. قدرت تاجک در او سرزمین معلوم است، قدرت فارسی زبان در او سرزمین معلوم است. میایم در 20 سال جمهوریت، گفتین شما تاجیکا و فارسی زبانان در دسترخوان ما بزرگ شدین، اما قدر ما را نمیفهمین و امروز خود افغان خطاب نمیکنین. او روزار آقای آسیب زواک فراموش کردی که در خوست قندار هلمند پکتیا تو برادر افغانم امید طالب به دلیل از اینکه به زبان پشتو صحبت میکنه در خانه جای دادی، صدها و هزاران جوان مای تاجیک در امو قالب فعالیت با بیرق سیرنگ رفتن در خوست هلمند قندار مبارزه کردن. او روز خودت فراموش کردی، او روز خودت فراموش کردی که من خون ریختاندم به خاطر از او سرزمین، اما یک شخص به نام اشرف غنی 7000 طالب
از زندان به دلیل ازی که به زبان پښتو صحبت میکنن گوینده ډاکټر صاحب عبد الله دل ته طالبان سره قرار په یو دسترخوان نه زده وس محترم ما یک کوتا فقط میگم اسیب عطا محمد نور اگر بالایش انتقاد داری اگر امر الله صالح اگر خاطر محمد نور خود تنگونه پری خود لو تختید امپراتور صحیح است صحیح است اشرف غنی بابه خود امپراتور تور هم دغه شي چې کله لک پیزور راشي بیا په داسې منډه وتختیم دغه امپراتور اشرف غنی هم فرار کرد اشرف غنی بابا هم تختیده اشرف غنی گفت زعم الله نه غنی بابا خود دغه شي سوخته پری خود لینی داسې سوخته پری خې لکه دا وڅ چېغه وهې غږ دې سوک نوري دغه سې سوخته پری خوده د اشرف غنی بابه تو گفت که ما امان الله نیستم فرار بکنم اما فرار غزیم د د د د د کله چې د ډاکټر صاحب غنی خبره کوي ساقب صاحب وخېستان وبتم ده کله چې د غنی بابا د فرار خبره کوي هغه دغه سې ګیل کیم ګیم در سره وکړه دغه سې سوخته پری خوده ولی بل کار میکنم به تو برادر افغانم که به فرار بابه تان دو خبرې دې ډېرې دو خبرې دې وکړلې او په دغه دوه خبرو دې غواړم زر یک ټکم نو نوبت دې ساقب صاحب دا بیا به غږ غږیږي تا دې ماهدو خبره وکړه احساساتي نشو آقای اسی به صحبت های ما تکلیل نشده ولی سه تو درګه سوال دارم از خودت دو آخر قربانت صحبت تا سوال تا با چی فارسی زبان اینمی است که متاسفانه این احساساتی میشه شاید چند نه نه جرس یک سوال از دارم فقط دیالوگ میکنیم کوتا جواب بده بعد صحبت های تمشتم با افتخار یک افغان هستی در یه جای شک نیست ما به افغان بودن احترام دارم باعث یک تاجیک که افغان دوست ندارم و خود نخبه و اهل قلم هم میدونی فقط در ظرف 30 ثانیه معنای لغوی افغان به ما تشریح بکن که افغان چی معنا میده آفرین وس خو غوږی سوال راځي ما نه غوښی شو واشه روی نه مستقیم دلته ستاره افغان د کلمې پړه باندې بزد سره په ټول تاریخ باندې وغږیږم خو د هغې نه مخکې راځم استا په دوه مهم خبرو باندې غږیږم بیا ساقب صاحب به موږږیږي ځکه نوبت بینوبتین زنه نه غواړم چې وسی تا د ماهدو خبره وکړه کله چې د امیر عبدالرحمن خان خبره دی وکړه چې غدار وطن خرڅ کړ هغه احمد شاه بابا و چې په ډیلی باندې حکومت وکړ په شیراز او په تهران کې درته حکومت وکړ زه پختون یم ما کې دا ورتیا ست چې زه په ایران دم نه نوزم په ډیلی دم نه نوزم او کبیا ما هدم کوم دا مشری ده هر څوک دا کار کولای نسی خد سر خلاص کا امیر عبدالرحمن خان کچرته د ډیورنډ کر خینځا کړی دا دا مشر او مشر چې سکه یغه ته به مکمل احترام لري او دا مشری تانه سو کوله د دې مشری ته لیاقت نه لري دا خبر دې په ذهن کې واچو چې د دې مشری لیاقت نه تا درلود او نه تی لري ستا په دې غشل کله جمهوریت کې مشران سوک ډاکټر عبد الله مهرباني وکړه ته پیویاړی مهرباني وکړه ما نه فهمیدم چی گفتین در رابطه با ډاکټر عبد الله در 20 سال جمهوریت خغ وګون چې پریک د چ په دې خپل جبه دی وغه کې سر دې در باندې خ خلاص کوم اول یک لحظه اول در رابطه با صحبتایی که کردین گفتین که شما لیاقت ازیره ندارین که رئیس جمهور رهبر باشین دو سر دقیق کر نه 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 مثلا یعنی کلاسیک سوال ته جواب میتم دوست الکوم زمانو بد دغه نوبت خود ساقب صاحب د خوځه د تاری خبر جواب در کوم بیا ساقب صاحب ته باید وخت ورکو عزیز کړي غنو ما سوال نه کردم ما فقط یک سوال کردم نه 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 سوال مکه ودری کدل ته ډیالوګ نه دلته په نوبت باندې څو خبري سره کو پس بعد از خودت ما صحبت میکنم احمد مسعود دی چه دا قهرمان پیگ چوک دا تلانی چوک پا کابل که دا وست پا دی پامیر و دی هندوکش پا غرونو که جنگی گی اسی بی قوی مرکز اچه جالکانو تا زنگولی تاری گردی دی تاسو اتل یو دویم یو دیر جالب خبر دیو کرده لوی چه زمنگ افغانستان که میان رو اسلام رو ده میان رو اسلام یعنی چی شه تاسو اسلام که نوی شکلونه ورته جوړه وی میان عرب اسلام چی شته وای هم دی ته وای چې تاری پروفیسور صاحب لور په دوبه کې کشمش رستوران جوړ کې او بکنی کې وګرځي هم ته میان عرب اسلام وای ته ما سره دا خبره مکه و دل تزما او تاسو حیثیت سره معلوم دي وګورئ خیر ته کوم فشار دادم ته احساساتی نشو ما مونږ کې زه چې کله غږیږم قسم په خدای په قبر کې بدیم د مړو اوازونه وزي ته خو لا ژوندې ما مې ولا د دې قصه صحبت کردم خودت کم است تکمه انتوري ته فشار بدی اما تاسو ته نشون دادی میگی تاجی کوزبک هزاره لیاقت رئیس جمهور شدن نه داره تا نه 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 دسی بنوي وزبک هزاره تاجک خبره ما درته په دې رقم نه چې دلته تیخ پل منافقت وکی نه نه منافقت نه یک صحبت په شل کاله جمهوریت کې ستا رای چاته ورکول ډاکټر عبد الله ته ډاکټر عبد الله د شخصیت په اړه زه کنه غږیږم چې زه به شخصیت کیږم اگر تا مشر و هم د سینه ده دروغه
اجازه بده که من دیگه از جوابتون رو در 20 سال جمهوریت خودت بر دکتر عبدالله رای ندادی. ما صحبت همین دغستاس و مشروع کچیر تا دی دی کاری دی پوهی پر لحاظ باندې دکتر صاحب عبدالله او دکتر صاحب غریب په یو ځی کې ودرو. دکتر صاحب عبدالله د دې پر ځای چې یو فیشنی انسان ده او ته چیرته ورور ماډلینګ د پاره بوز له دې خوا خواته اجازه بته وخت کې اخله چې د غازی امان الله خان پیغور دې ما ته راک چې ما ورته ټول نظام ورلنګ د غازی امان الله خان په وړاندې پیګه تاسو ګدرولې و احساساتی نشو خونسر باشه کلکانی تاریخ پر طول پر پریگ دادی حبیب الله کلکانی تاریخ من جواب تا بسر که مگو را دیدی حبیب الله کلکانی تاریخ پر یک آدم منطقی هستی، در داخل چوکات صحبت میکنی، اجازه بده که جوابت بدم. در قدم اول ببینین دوستای عزیز، یک کمکی که برادرای افغان ما را فشار بده، نمود تأثیر خود برملا میسازن. فشار پریده، دقا حقیقت در تزوائی. نه دیگه مداخله نکو. ما دادر تنه دی ویلی چه زدی تاجکو دی قوم سر مشکل لرم، زدی ازبک سر مشکل لرم، زدی هزاره سر مشکل لرم. ته دلت منافقت که، زدی پیشم. منافقت نمیکنم تو توانایی شنیده که سوالای یک تاجیک نداری شل کال جمهوریت که تر دکتر عبدالله پسینوی ولاد نه اجازه میتی که امیر جواب بتم یا ترافیک وای دی خبر ازو برا ترک میرا بانی وک اجازه بده که خودت صحبت کردی حال ما گفتنی های خودت داشته باشم دوستای عزیز ببینن یک کمک اینا را فشار داده مسیب زوک یکی از جوانای افغان است که اهل قلم است و بر علی طالب شعار میده اونمو عبدالرحمن از جنایتش دفاع کرد و از صحبت و دیدگاهشی بود که اگر پشتون ظلم هم میکنه جنایت هم میکنه وارث از او سرزمین است مالک از او سرزمین است شما لیاقت رهبری را ندارین اینی یک دیدگاه جمهوریتی با تا مو رهبری در کړل کنه ډاکټر عبدالله دې تا والا که ډاکټر عبدالله دې تا رهبر نه و ما برات میگم یک لحظه سوال ما را جواب بده دل خود ته خونی به سر روان بکنه دغه ستا مشران دی یک لحظه ما زمانه در رابطه با دکتر عبدالله و تا محمد نور با تو صحبت میکنم که اشرف غنی را کثیف ترین چهره در طول تاریخ به ما بگویی به یک پشتون اشرف غنی خائن بود یا نبود تو هم رهبر میگی رامی فعلا هم بابا میگی بابا یا خائن تون زده ده هغه د سی خیانت کړي چې دوی دا درد ورستر بلی زیاتیږي اشرف غنی را بایس یک جوان پشتون اتمامت نور نه ده اتمامت نور دی فکر کوم نو وخت به نور زماري دیالوګ په دې دیالوګ شي دا کیسه ډیره وزي دیالوګ په تو باندې خبره ډیره وزي بابا ده که خیر جواب بابا زبون همه وخت زیاد گرفته نه بابا امان زمانی که در رابطه با دکتر عبدالله صحبت میکنه باید نظر خود در رابطه با اشرف غنی بگوین اشرف غنی خائن است یا قهرمان اصیل زوار داشتل چې د افغانستان په تاریخ کې نه دی تیر سو تاریخ کې اتل از امرالله صالح هم باباست د اجده سنبول هم بلکل بابا ده بلکل امرالله صالح هم بابا ده هیچ مشکل نیست عطا محمد نور قهرمان از زمانه که اشرف غنی باباست امرالله صالح هم بابا ده از زمانه که سیانت و جنایتان برادر کرده یورویی خبری سرستو دلوی چیزی که اشرف غنی بابا میگی از من تمامش قهرمان است خوینمی تعصب توی افغان است نه؟ توی اگه اشرف غنی را حاضر نمیشه که خائن بگویی توقع ازیر از ما داری که تا در رابطه با احمدشاه مسعود با خبر عمر یو خبر از کوم ثاقب سے بخنه غوړم ستانو بد زکه چې بینو بتیم ډیر زیات او کلستانو بد کې زوغه کېدلم عمر ورو ته تازه یو خبر از سوال ما چرا فرار کردی افغان تعریف بکو غوګونی سا مار سوت از چی میزنی میگی تمام مردم افغانستان از امی امی بس خواهش در اخرنی ګوره یو دقیقه یو دقیقه افغان اول از سیب زوک معنی لغوی شه به ما تعریف بکنه بعدا ما غوګونی سا ته دسی او کار وکه خپل پدرام دل ترا ولا چې زاغه سره د افغان په کلمې وغږی پدرام نه نه ما ما افغان سره په افغان په کلمې ځکه نه غږیږم افغان ډیر یو لوی کار خدای عزیز اینی او وخت ډیر یو ماشوم چې زتا سره د افغان د کلمې پړوونه مې کنه څنګه افغانیت در سینه میزنه که ما افغان هستم آقای سبب ما به لاسه آقای ساکت مهربانی کړه معنای افغان د افغان د کلمې تاریخ په زو کومه ده نه 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 مې کوه ما ډیر عجیب تعریف کوم استاب هم خود شده تعریف انشالله افغان یعنی حقا چوک چه دا متعصبین و فاشستان و او تزیه گفتون که چیغه تر هندوکش لوره کنه اینه میگه افغان میشه منطقی بس بکنیم آقای امیرالله
بس منطقی کتی کسی میکنه بس منطقی امرولا عمر جان واقعا امان از اون یک سواد داری گوش داری امیر میشنوی که چیه یاده تصور اوکی یاده جان تبدیل باز جواب میتیم دو هم جواب بدیم نظر خود بود یا مرد اوست نومات وقت راکه تاسی دیر وقتی که دوست نومات وقت راکه دیتا وای ملیگرایی چی دا زی کوم چی دا موگی کوم مګوایو تاسو وایئ چې افغانستان جمهوریت نظام ته اشرفانی سقوط ورکړ هغه فرار وکړ خو موږ څه وایو جمهوریت نظام څو کسانو سقوط کړ چې په هغې کې یو مثلث و مثلث زلمی خلیلزاد پښتون و خو له تا سره لوی شوی په مزار کې حمید کرزی پښتون و سوچه پښتون دی خو اگر دیر مگه تا به جور تا با پسینه کی وزما عبدالله دا دری کسان هم یو جور رول پکی درلودو جمع زاره مجاهدی اگوی هم پکی دیر رول درلودو خود دو مهم چهره چی یو تاجک یو پختون رو پارده هر قول اردو تا یا بسم الله محمدی زنگ و حاله چه تسلیمه که او حمدالله محب پره ده تایید تاپا لگه ولی دا چه هو ده محمدی خبر اسمه دا یا حمدالله محب زنگ وهلی او بسم الله محمدی پرې د تایید ټاپه لګولی پوهېږي بسم الله محمدی د څه دپاره راوستل شو امریکایانو فشار راوړ چې بسم الله محمدی باید وزیر دفاع شي له هغه وړاندې اسدالله خالد و هغه په هېڅ صورت نه منله چې جمهوري نظام سقوط شي ته پوهېږي بسم الله محمدی په څه ډول جنجالونو راوستل شو خو تاسو خبر نه یاستئ بسم الله محمدی سهار 8:15 داخله وزیر اعلان شو د اریک له رسمي پاڼې په دې ګوتو ما ټایپ کړی دی هغه خبر بیا امریکایانو مداخله وکړه ځکه وزیر داخله نه شول کولی چې افغانستان سقوط کړي مداخله وشوه په غیر رسمي وخت کې د مازیګر له 5 بجو وروسته بسم الله محمدی دفاع وزیر اعلان شو دا د امریکایانو یوه مهره وه همدغسې حمدالله محب هغه هم له امریکې راوړ دا پر زور په افغان حکومت ور تحمیل شو نور خو هغه خبره ده چې کسی که نام میته او فرمان میته دو څیرې پکې ډېرې ښکېل وې چې یو پښتانه یو پښتون او یو تاجک دې ته وایي ملیګرایي چې خپل پښتون هم مقصر ګڼم درسره دې ته وایي ملیګرایي چې د کابل د جګړې دوه لوري دواړو ته قاتلین ویل کېږي دې ته وایي ملیګرایي چې د علم دوه دښمنانو ته دواړو ته د علم دښمنان ویل کېږي خو دې ته وایي چې فاشیزم او تعصب چې یو ته خادم دین رسول الله ویل کېږي او بل ته قاتل ملا عمر ویل کېږي دې ته وایي تعصب چې یو ته قهرمانی ملي ویل کېږي او بل ته راکټ یار ویل کېږي ملیګرایي له موږ زده کوي تچکره تعصب خبرې کې خغل عمر غاډ تعصب د خبرو ځوابونه دی موږ تچکره ډاکټر باندې ځواب تکراری نه تکراری نه اس حقایق خبرت میګه گوش بگی اسیب ځواب دغه ځواب اون است دغه ځواب دا نو یک موضوع براتون میګه ګوره عمر جان یو د قسمه د خبر اخلاص شي بیا ته په خپل نوبت کې وغږیګا زا دا جرأت بزو کما ستا په وړاندې به اشرف غني ته زه فراري ووایم دا جرأت به وکړم اخلاقي جرأت خو تم بیا یو اخلاقي جرأت وکړه دا ووایه چې زما له رهبرانو الوتکه ډکه شوه په پاکستان کې خالي شوه لکه د بډه بیرې پس دا اخلاقي جرأت خو تم وکړه بیا که ما دا جرأت غواړي چې ویکم ته یې م وکړه وروره خو ستونزه دا ده چې اشرف غني ته فراري وایي بسم الله محمدی مسعود احمد ولی مسعود سپین چرګان اپریکتی تو ارلسم دی اگست باندې په ټوپ پاکستان کې ناست وای وای امیر الله عزیز یک لحظه اجازه ګوره یو دې ته عمر جان یو دې که زما دا خبره تکمیل شي زما دا خبره خو تکمیل شي وروره زه دا بم در سره قبول کما تا اشرف غنی فرار وکړ
خود اساسی قانون مطابق کله چې رئیس جمهور له هیواد وزي واک صلاحیت لومړی معاون ته انتقالي لومړی معاون زموږ ښه ملګری دی زه ورته ډېر احترام لرم هغه چیرته وو هغه درې ورځې مخکې هغه د کابل له سقوطه وړاندې وتلی وو له کابل څخه دقیقا پر دې خبر کلمه دا توقع لري چې دا کار وکړم بیا نو ته هم دا اخلاقي جرأت وکړه چې خپله فراریانو ته هم فراری ووایه خو اوس زه هم فراری یم ته هم فراری نه زه په افغانستان کې یم نه ته په افغانستان کې دواړه باید دا جرأت ولرو بله خبره تا ویلې چې ولې تاسې ضد جبهه نه ده جوړه کړې د طالبانو پر ضد اول هم تاسو ورسره پرېښی یئ تاسې ورسره وجنګېږئ ورسره وجنګېږئ درته وایو تاسې یې نشئ سقوط کولی تاسې ته دا ښایو چې په تاسې کې دا زور نشته چې سقوط یې کوي کله چې له تا را پاتې شوه بیا یې دې ته پرېږده که مې د همدغه طالب د پښتون له ادرسه درته راچپه نه کړ بیا په مخ لاړې راتوف کړ د طالب راچپه کول زما د وس کار دی ستا د وس نه خو یو دقیقه هیله کوم د دې پښتون سره به حتما هغه تاجک چې واقعي افغان دی ورسره به ودرېږي لاره به راسره واقعي افغان دی ورسره به ودرېږي او د دې ترڅنګ تاسې د ځواک صاحب په خبرو کې هغلته لږ منافقت وکړو تاسو وویلې چې ځواک صاحب وایي چې تاسې اصلا شایستګي د دې نه لرئ یا استعداد د دې نه لرئ چې تاسې رهبران شئ هغلته خبره زموږ د ټولو یوه ده له تاسې هدف څوک دی هغوی چې وایي چې ما خراساني هستم ما افغان هستم ښه لطیف فدرام د دې شایستګي لري چې هغه د رئیس جمهور شي یو فاشیست یو متعصب کېدلی شي رئیس جمهور نه رئیس جمهور باید ملیګره واوسي نه دغه سی یو څوک هغه لکه تشکر یا صحبت های تنه لطفا که چارچ تلفون هم کم است ما را کل جمعوالی می کنم لوم ورسته خبره او توصیه لدی ورسته زه شاید لار هم شما ورسته خبره او توصیه لدی را ووزه چه ما افغان نیستم لدی را ووزه چه ما خراسانی هستم دا پریده لوی جرگیتا یو څه زه درته په کامل اطمینان سره وایم ته چې په هر ځای کې پر دې مطمئن یم چې له افغانستانه بیرون یې که مړ شوې دلته خدای دې ډېر عمر درکړي خو که دلته مړ شوې ستا جنازه د خراساني په نوم نه افغانستان ته د یو افغان په نوم انتقالېږي او ته په خراسان کې نه په افغانستان کې خاوره ته سپارل کېږي پر دې کاملا اطمینان ولرئ او دا هم درته واضح وایم لویه جرګه که جوړه شوه په لویه جرګه کې به هم تاجک، کوزبک، هزاره، هغوی چې ملګری دي هغه به د تیر په څیر بیا هم پر دې افتخار کوي او واضح به وایي چې ما افتخار میکنم که افغان هستم با افغان بودن افتخار میکنم یوازې دوه سوه یا د عمر په شمول 201 کسان دا به وایي چې ما افغان نیستم نور به ټول تاجک هزاره بیا هم همدغه خبره کوي چې ما افتخار میکنم با افغان همینجا لسانی هیچ څوک دی دا جرأت نکوي چې افغانستان تزجه شي او د فدرالي نظام پښتون کې دی دا خوبونه نه ویني لومړی د تجزیه هڅه کوله وروسته خبره فدرالي ته لاړه چې فدرالیزم عیناً تجزیه ده د فدرالي نظام او د تجزیه خوب دي نه ویني دویم افغانستان هیڅوک پر خراسان نشي بدلولی دریم هیڅوک په د افغانستان طبیعت لرونکي څخه د افغان د کلمې اختیار او حق نشي اخیستی پر دې مطمئن اوسئ دا خپله تاجکان هم وایي دا خپله ازبکان و هزاره هم وایي دا زه د هغوی له ادرسه وایمه طاقت صاحب بخوب تو شما مطمئن دیگه صحبت های تنو شد عمر جان تو فقط یک چیز را میگم یک چیزی تشکر زنده باشه من فهمیدم صحبت های خدا کنه که اساس گرای تان کلمه افغان پاک کنی ببخشید ما دیگه می مبارزه ما بخاطر آقای ساکت یک دقیقه باشه یک دقیقه یک پیام داشتم آقای ساکت یو دقیقه دلت پات سر دیرو بخه امین جا خیلی دوستا انتخاب میکنن خیلی خوب ساکت رفت آقای جواک صاحب و خیلی دوستایی که هستن این انتخاب همی بود که اکثریت میگو فکر میکرد که دو نفر قومای پشتون است یک نفر از سباون از پازید است یعنی منصفانه نیست باید دو نفر یا سه نفر باشد
ما امی دمی لایف امی برنامه فلان داشتیم دمی لایف اگر لطف بکنین یک هفته آقای زواک صاحب ما زیتا فالو لرو ما چه لطف که تا و ساقید صاحب یا نور دوستان دره دیتاسو اندیوالان و دره ده عمر اندیوالان یا سبایش با یا بلش با یا چه بداغه تایم چه تاسو وقت لری بیا یا برنامه بنیسو چه یا روشیش وکه یا مربانی وکه بسرست دیده اخرانی خبره سبسابه اون اشنازه تا یو خبره غواره مکم یو نقطه تپدی بانی پوهیگی چه چنگ در تا خاغلی ساقید دا خبره وکرلا چه